نازنین، امروز گپ از کتاب و کتابخوانی هست و ما میخواییم در مورد کتاب گپ بزنیم و مطالعه. و مهمان نازنین ما در استیدیو آمدن جناب موسوی صاحب که میخواییم بریم همراهشان بحث شروع بکنیم و همراه هاشمی صاحب یک جای مهربانی. هاشمی صاحب سلام عرض میکنم خدمت مهمان ما. سلام، خوش آمدین. خواهش میکنم، درود بر شما و بینندگان عزیز شبکه سحر. تشکر بانو سلطانی، من هم سلام و خوش آمدید میگم خدمت جناب نادر موسوی. بسیار خوشحال هستم که در استودیو داریم شما را. اگر سلام علیک هست همراه بیننده دوباره مهربان. خواهش میکنم، من خیلی خوشحال هستم که در برنامه حضور دارم و میتونم چند کلمه با دوستان و کسانی که اهل کتاب و کتاب خواندن هست گپ بزنم و حالا کتاب جدید معرفی بکنیم و گفتگو داشته باشیم. سپاسگزارم از شما و همه. سلامت باشین، بسیار عالی، بسیار خوش آمدید. به هر حال اهمیت کتاب خواندن همه ما میدانیم، اما کمتر در این مقوله خوب میپردازیم. یعنی ما میدانیم که باید کتاب بخوانیم، اما چرا نمیخوانیم؟ حتما همراه موسوی صاحب یعنی صحبت میکنیم و دلایلش پرسان میکنیم، به خاطر که موضوعی برنامه در مورد کتاب و کتابخانه است. آقای موسوی ناشر هم هستن. اما قبل از اینکه این گفتگو شکل بگیره، اگر اجازه تان باشه و موافق باشین، میریم یک ارتباط اسکایپی بگیریم. بله، خوش میام. بسیار تشکر. سلام علیکم. سلام خدمت شما و بینندگان عزیز و مهمان گرامی جناب آقای موسوی. بسیار تشکر جناب جواد خاوری، خوشحال هستم که شما را در برنامه خودمو داریم از طریق مجازی. انشالله یک روز شاید در استودیو تشریف بیارین و از نزدیک گفتگو بکنیم. خواهش میکنم. من هم باعث افتخارم است که امروز این فرصت مهیا شد. امیدوار هستم که برنامه خوب و پرباری را در پیش رو داشته باشیم. سلامت باشین. اگر دوستا لطف کنن صدا را کمی در استودیو ببرن بالاتر، بسیار ممنون میشم. جناب خاوری، شما چهره کاملا شناخته شده در بین دوستانی که دوستدار ادب و فرهنگ هستند. همگی به هر حال در مورد شما میدانن، به همین دلیل خیلی در زندگی نامه شما نمیپردازیم. میریم سر همون گفتگو و صحبتی که قرار است داشته باشیم در مورد افسانه و اسطوره. در آثار داستانی شما، افسانه و اسطوره در آثار داستانی شما جایگاه ویژه‌ای دارن. فکر میکنید این دو موضوع چه رابطه‌ای با هم دیگه داره؟ خدمت شما عرض شود که اسطوره یا افسانه ممکن است که در دیدگاه مدرن مسائل خرافی به نظر برسه، ولی اسطوره و افسانه در واقع در جامعه ها در بین مردم یک جایگاه بسیار تعیین کننده ای داره و آنها که خرافی و دروغ نیست، بلکه جزء زندگیشان هست. مثلا وقتی که ما به یک جامعه روستایی نظر میکنیم و میبینیم که زندگی اونها چندان رنگ و بویی نداره و ناکامی ها، شکست ها و کمبودهای فراوانی در محیط زندگیشان هست، اونها ناگزیر هستند که برای جبران این ناکامی ها و این کمبودها به سراغ افسانه ها و به سراغ اسطوره ها بروند. گرچه که اسطوره بحثش با قصه اینها فرق میکنه، در واقع اسطوره پاسخهایی است که انسان نخستین به سوالات چی و بنیادیشان میدند. اما قصه ها چیزی دیگری هستند. قصه ها در واقع آرزوهای در هست، آرزوها و آرزوهای انسانی است که ناکامی کشیده و میخواهد به زندگیشان رنگ و بو بدهند. به همین خاطر من هم وقتی که به سراغ نوشتن داستانهای مردمان روستایی رفتم، خواستم که زندگی اونها را از همه جوانب انعکاس بدهم. یعنی تنها به واقعیتهای زندگیشان نپردازم، بلکه به تخیلاتشان هم بپردازم، با باورهایشان هم بپردازم، به افسانه ها و قصه هایی که زندگی اونها را رنگ و بو میدهند
با اونها هم بپردازم. بسیار عالی. فکر میکنم که اهمیت قصه ها و افسانه ها به اندازه اهمیت خود زندگی است. بسیار تشکر. پرسوناج و کرکترهای داستان شما چه پیوندی با اسطوره و افسانه دارد؟ ببینید، عرض کردم که انسان مدرن بحثش جداگانه است. مثلا من اگر یک قصه شهری بنویسم و کرکترها یا شخصیتهای من افراد سواد و افراد مدرن باشند، طبعا ارتباط اونها با افسانه، ارتباط اونها با اسطوره ها خیلی ارتباط کمرنگی است. البته اگر ارتباط هم داشته باشه، نوع اسطوره یک آدم شهری فرق میکنه. نوع اسطوره یک فرد شهری هم یک اسطوره مدرن است. حتی انسان شهری هم از اسطوره بی‌نیاز نیست، ولی نوع اسطوره او فرق میکنه. اما یک فرد روستایی اسطوره هایش دگرگونه است. یعنی او به نوعی از اسطوره ها باور دارد که اون اسطوره ها در محیط زیست و اقلیم او وجود داره و اون اسطوره ها شکل میگیره و در کنار افراد عادی و در کنار کسایی که اونجا سکونت دارن زندگی میکنه و رابطهشان کاملا رابطه تنگاتنگ و میشود گفت یک رابطه حقیقی هست. یعنی یک فرد روستایی با اسطوره ها زندگی میکنه. اسطوره ها برای او مثل واقعیت و عینیت واقعی هستند، ها تخیل نیست. درست. و در کدام کتاب هایتان، در کدام آثارتان در این موضوع یعنی پرداختین؟ ببینید، من در دو حوزه کار کردم. یکی فولکلور یا فرهنگ بومی مردم، خصوصاً مردم هزاره، و در این حوزه قصه ها، افسانه ها، دو بیتی ها، امثال حکم این مردم را گردآوری کردم، تحقیق کردم، بازنویسی کردم و انتشار یافته. و حوزه دوم کار من داستان و رمان هست که من در رمان هایی که نوشتم رد پای اسطوره ها، کهن الگوها، باورها، ولو که باورهای خرافی باشد، رد پای اینها در داستانهای من هم موجود است. در واقع شما در تمام آثار من، چه آثار تحقیقاتی، چه آثار خلاقه و تولیدی، رد پای باورها، افسانه ها و اسطوره ها را میبینید. بسیار عالی. جناب خاوری، شما در بامیان زیبا در شهر سلسال و شهمامه زیست داشتین. چند ساله بودین که مهاجر شدین؟ من در حدود 10-11 سالگی درست مهاجر شدم به ایران. درست. من میخوام اینو بدانم که آیا او زیست شما در این ولایت زیبا، یعنی به شما کمک کرده که شما به این طرف رو بیارین، به این گونه نوشتن؟ کاملا، به خاطر که من در روستایی زندگی میکردم که افسانه و قصه بسیار جایگاه بالایی داشت. یعنی مردم زمانی که بیکار میشدن، به خصوص در زمستانهای درست. طولانی قصه میگفتن به یک دیگر و این قصه ها را من در کودکی بسیار زیاد شنیدم و در حافظه هم باقی ماند. بعد از آن که به نوشتن رو آوردم، این قصه ها خود به خود آثار مکتوب من شد و اهمیت قصه را هم پس آن که دریافتم، اولین کاری که کردم رفتم و مجموعه از قصه هایی را که قبلا از پدرم، از اطرافیانم، از خالم، از مادر بزرگم شنیده بودم، اینها را گردآوری کردم و در کتابی به نام پشت کوه قاف انتشار دادم. بسیار عالی. شاید خالی از لطف نباشه که این سوال کلیشه‌ای شاید باشه، پرسان بکنم، شاید بارها سوال شما پرسان کرده باشن، اما دوست دارم من بدانم و بینند، خیلی از بیننده ها دوست دارم بدانن که چطور شد که شما، یعنی برای اولین بار فکر کردین که شما توانایی و استعداد نوشتن را دارین و خلق آثار زباره. خواهش میکنم. خب خیلی چیزها از پیش تعیین شده نیست. یعنی من هم خیلی جواب دقیقی برای این سوال
دادن نمیتوانم. عوامل زیادی ممکن است که در این مسئله دخیل باشه و شاید تصادف یک چیزی باشه که مرا به این سمت و سو هدایت کرده. من در واقع از طرف پدرم گماشته شده بودم که درس حوزوی بخوانم، اما در کنار درس حوزوی من شدم به خواندن کتاب‌های قصه، افسانه و پسانتر به سراغ خواندن کتاب‌های رمان رفتم و این حس به من به اصطلاح دست داد که من هم شاید بتوانم بنویسم و زمانی که امتحان کردم دیدم که میتوانم چیزهایی بنگارم و بود که به قول معروف شوخی شوخی به این کار پرداختم تا حد حدودی جدی شد. بسیار تشکر، بسیار لطف کردین. ما در برنامه یک پیاله چای سبز جناب خاوری دوست داریم که یک روز خاص را در مورد موضوع مهم کتاب و کتابخانی بگنجانیم که امروز هم جناب موسوی صاحب اینجا تشریف آوردن و حتما در این مقاله همراهشان سخن خواهد زدیم، اما دوست داریم شما هم در این بحث همراه ما باشین. به هر حال به عنوان کسی که راه بلد هستین و این راه را برای ما جوانها بهتر نشان بدین، اگر شما موافق باشین در هفته های بعدی هم شما را داشته باشین با خود ما. خواهش میکنم، حتما در خدمتتان خواهم بود. بسیار تشکر، بسیار لطف کردین. اگر جمله هست ما در خدمتیم، اگر نه همراهتون خداحافظی کنیم. خواهش میکنم، من خیلی خوشحال شدم از این گفتگو. نکته آخری که میخوام خدمت به عرض برسانم این است که کتاب ضرورت بسیار مهمی در زندگی بشر هست و در واقع رشد و پیشرفت و صلح و ثبات اگر بشر در پیش باشد از طریق کتاب خواندن و بلند بردن آگاهی به دست می آید و امیدوار هستم که کتاب و کتابخوانی به خصوص در جامعه ما آن جایگاه و اهمیت خود را پیدا کند. بسیار تشکر، لطف شما. بسیار تشکر، نکته بسیار کلیدی رو گفتین. آرزوی صحتمندی دارم برای شما و برای تمام نخبگان افغانستان. گفتگو بسیار خوبی بود همراه محمد جواد خاوری، نویسنده و محقق کشور ما. خب برمیگردیم به جناب موسوی. شما در مورد کتاب و کتابخانه قبل از اینکه بخوایم بریم سخن بزنیم همراه آقای خاوری آشنایی دارین؟ بله، خواهش می‌کنم. من خیلی خوشحال شدم که اینجا چیزای جدیدتر ازشون شنیدم. بله، سال‌هاست من جناب آقای خاوری رو می‌شناسم. خب یکی از نویسندگان و رمان نویسان خیلی برجسته و نامی افغانستان هست، حالا چه زمانی که در ایران بودن که از کتاباشون و چه در زمانی که حالا رفتن در کشور نروژ دارن زندگی میکنن اونجا و بازم اونجا کارشون رو قطع نکردن. ارتباط ما با هم دیگه داریم و دو تا از کتاباشون رو به نام کتابای تلسمات که یک رمان بسیار بسیار زیبایی هست که من خودم این کتابو که دست گرفتم تا تموم نکردم نتونستم بذارم زمین ما چاپ کردیم و همچنین کتاب مرگ مفاجات که باز اونم قصه‌ای کوتاه هست و چند تا از کتابای دیگه شون هم که در افغانستان در نشر تاک چاپ شده بود و نبود، قصه‌ای هزارهای افغانستان و اینا رو که پشت کوی قاف. خب همونجور که خودشون هم فرمودن دیگه امیدوارم که این کتاب و کتابخانی در جامعه افغانستان هم پا بگیره و مردم رو بیارن به کتابخانی. بسیار تشکر جناب موسوی. شما به عنوان کسی که به هر حال سالیان طولانی در حوزه فرهنگ و هنر فعالیت میکنید، مخصوصا فعالیت‌های فرهنگی تانه که من آگاه هستم و ناشر هم هستین، میخوام بدونم چرا باید کتاب بخونیم؟ این سوالی که بپرسیم چرا باید کتاب بخونیم، درباره فواید خواندن کتاب میسین که بخوایم فایده های خواندن کتاب بخوایم بدانیم، اینه که بخوایم بپرسیم فایده خورشید چیه. درست. در تار و پود زندگی ما خورشید جاری هست، در تمام زندگی ما، یعنی و کتاب هم به همین صورت هست. من اگر خرد ما تبدیل بکنم، من داشتم با خودم فکر میکردم اینجا درباره همین کتابخانی خالی که خیرات ما هم کتاب بگیریم، میگفتم که بیزد اگر ما کتاب میخوانیم کجا این سرانجام بد داشتیم. حالا شعر چیز دیگه است، من داشتم با خودم فکر میکردم به این صورت. خب من فکر میکنم که بخش از روزگار ما و سرنوشت ما همیشه، من خودم که وارد این کار شدم
چه در حوزه آموزش کودکان که حالا مجله اونجا کار کردید، من پیشتر از اینکه در وارد کار نشر بشم وارد آموزش کار کودکان شدم و کتاب کودکان، و بعدش که دیگه اومدم دیدم که این خلأ وجود داشت که خیلی از کتاب‌های داستان نویسان و شاعران افغانستان در ایران به اون صورت که باید بیوجه شاعران نویسندگان معاصر پخش نمی‌شد، دیگه من وارد این کار شدیم. این هرچی با خودم از همون آغاز کار که وارد می‌شدم دیدم که تمام این وضعیت نابسامان و مشکلاتی که ما داریم در جامعه برمیگرده به همین دوری از کتاب، کتاب نخواندن، و اینکه ما از کتاب دوری کردیم. هرچه فاصله ما از کتاب بیشتر شده، روزگار ما تیره‌تر، سرنوشت ما ویرانتر شده. امیدوارم که ما خود به کتاب نزدیک‌تر بکنیم که از این مشکلاتی که داریم کمی فاصله بگیریم. بدون شک تا زمانی که کتاب وارد تار و پود زندگی ما نشده با این مشکلات دست و پنجه نرم خواهیم کرد. جمله معروفی هست میگه که ملتی که تاریخ را مطالعه نکنه باید تجربه کنه. بله دقیقاً. ما یک بخش از حالا هم کتابای جناب خاوری هم یک بخش به همین صورت برمیگرده، خب همین اسطوره‌ها و داستان‌های تاریخی و دیگه‌ای که دارن. خب این بخش از کتابم هم در همین در تاریخ آمده و بخش تاریخ هم در همین کتاب آمده که ما اگر کسی که کتاب نمی‌خونه تاریخ هم نمی‌خونه و ناچار دوباره تکرار می‌کنه و دیگه در همون چرخه‌ای که من بعضی وقت‌ها حالا با دوستان اینا صحبت می‌کنم همیشه میگم که یک چرخه، حالا من نامش رو می‌گذاریم چرخه نکبه، که ما تا کتاب نخونید اینو شما رو از این چرخه کتاب شما رو میاره بیرون. امیدوارم که این کتاب بخونیم و خود از این چرخه بکشیم بیرون و اوضاع کشور و اجتماع و منطقه بهتر شه ان شاء الله. بسیار تشکر. اگر موافق باشین میریم یک وقفه میگیریم، همراه ما باشین، کتاب بخونیم. این از خود ما باید شروع بکنیم، کتاب بخونیم، از این بعد میایم اینجا میگیم که هفته یک دانه کتاب خواندیم و معرفی بکنیم. شما هم در پیام هایتون کتاب هایی که خواندین و فکر میکنین که معقول است و خوب است برای ما پیام بدین، عکس کتاب رو هم بگیرین، ما اینجا میگیم که فلانی این کتاب رو خوانده یا تازه میخواد شروع بکنه. همراه ما باشین، بریم یک وقفه میگیریم و پس میایم. و شما رو معطل نمیمانم، میریم همراه هاشمی صاحب و مهمان عزیز برنامه. تشکر بانو سلطانی از اطلاعات جالبی که ارائه کردین. شما بیننده برنامه یک پلاچ های سبز از تلویزیون سحر هستین. جناب نادر موسوی ناشر همراه ما هستن و گفتگو رو ادامه میدیم در مورد کتاب و کتابخانه است. میگم جناب موسوی، چرا سرانه مطالعه در جامعه ما کم است و کتاب نمیخوایم؟ اصولا ما آدم های کتاب نخوانی هستیم. خب این برمیگرده به عادات، حالا چون بیشتر یک بخش کار ما کودکانم هست، ریشه کتاب نخواندن فکر میکنم برمیگرده به کودکی همه ما. شما هم که از کودکی اگر خیلی از چیزها رو به ما شما آموزش بده، جزء عادات ما میشه، جزء اخلاقیات ما میشه و جزء کارهای میشه که انجام میده، مثل مسواک زدن، مثل خیلی کارهای دیگه. و کتابخانه هم به همین صورت متاسفانه، خب به خاطر مسئله فقری که در افغانستان وجود داشته، مسئله حالا کتاب از یک بخش متن کتاب مناسبی برای کودکان چندان وجود نداشته. در خودم که تحقیقات راجع به کتاب کودک و مجله کودکان انجام دادم، تحقیقات کوچیکی انجام دادم، متاسفانه خیلی به مقوله پرداخته نشده. اصلا به کودکان چندان، به ادبیات کودک چندان اونقدر که در ایران خوشبختانه خیلی خیلی زیاد توجه شده، خیلی کار شده. شما چندین تا نویسنده بسیار قدر کودکان داریم که در سطح جهان مطرح هستن، شاعران کودکان و ناشران که بزرگی که برای کودکان دارن کار میکنن. این در قیاس با داخل افغانستان کمی خیلی خیلی در داخل افغانستان ناچیز است. در گذشته هم به همین صورت بوده، باعث شده که خیلی کتاب مناسب برای کودکان وجود نداشته باشه. من خودم یادم میاد که حالا خرد بودم در افغانستان، بیشتر هم کتابایی که میخواندیم، حالا یک بخشش که مثلا چهار کتاب بوده دیگه بود، بعضی کتابای اصلا کتاب کودک مناسب در اختیار ما قرار نگرفته بود. بعضی طرف خب متاسفانه به خاطر اون فقری که هست، به خاطر نبود کتاب و به خاطر اینکه فرهنگ کتاب کتابخونه در بین خانواده ها جا نیافتاده، به تبعش دیگه این چرخه دوباره تکرار میشه و خانواده هم و بچه هم دوباره کتابخون بار نمیاد. اگرچه در گذشته های دور مثلا حالا کتابایی که میخوندن حافظ میخوندن، یا مثلا کتاب شاهنامه خوانده میشد. من یادم میاد که من خرد بودم اونجا کتاب حافظ داشتیم، شاهنامه رو خانه ما در همون روستا داشتیم
و ولی کتاب های دیگه که برای کودکان باشه به این شکل وجود نداشت و کسی هم نبود که برای ما کتاب بخونه و هم به طب این کتابخانی در جان ما و شما متاسفانه شکل نگرفته به اون صورت از کودکی و بنیان همه اینها از کودکی گذاشته میشه که امیدوار هستم که این برنامه را و در مدارس هم به همین صورت چندان به این مسئله توجه نمیشده که حتی نگاه میکردم میدونم که کتابخانه خوب مربوط کودکان من پیدا نکردم که اختصاصی برای کودکان باشه مثلا در افغانستان و اونجا بپردازه به کودکان و بچه‌ها بتونن برن اونجا کتاب بگیرن. جزئی بعضی جا در سالهای اخیر مقدار کار شده بود. خب همه اینها برمیگرده به اینکه نتیجهش این میشه که کتاب و کتابخانه بین ما چندان ترویج پیدا نمیکنه، اگرچه در سالهای اخیر باز وضعیت خیلی بهتر شده، چند تا از شاعران کودکان رو آوردن به سمت شعر برای کودکان، قصه برای کودکان و اینا. میخوام بگم که بنیان تمام این چیزها از همین کودکی و از بچگی گذاشته میشه که باید توسط خانواده بچه‌ها طرف بزرگترها نگاه میکنن. اگر بزرگتر کتاب خوان و هم میره به سمت کتاب خواندن، بهترین روش تربیتی که هست میگه شما خودتون کار انجام میتونید و بالتون بچه ها امرایتون میه و ممکن متاسفانه شاید نبوده، این کم بوده که باعث شده که نسل‌های بعدم چندان به کتابخانه رو نیارن. اگرچه ما خود ما در مدرسه‌ای که داریم برای بچه‌ها خیلی روزی تلاش کردیم، کتابخانه خیلی خوب برای بچه‌ها داریم، کتابخانه غنی برای بچه‌ها تهیه کردیم و کتابخانه رو سعی کردیم جزء برنامه‌های بچه‌ها قرار بدیم که از همین حال عادت بکنن به کتاب خواندن و اینکه سرگرم شون با کتاب، لذت ببرن از کتاب خواندن. ما مثلا مربی کتابخونه داریم و دیگه همه کارهایی که برایشون شده تلاش کردیم که این کتابخونه رو همون نقطه ضعفی که حالا در خود ما مثلا وجود داشته یا در چیزای دیگه اینو سعی کردیم در اینجا جبرانش کنیم. چون پدرم روان شاد همیشه برای ما از کودکی که ما در بزرگسالی بندرعباس هستم اونجا بیادم برای ما کتاب می آورد و کتاب می خوندیم. کیهان بچه‌ها از کودکی برای ما جزء اولین هفته اولی که ما وارد ایران شدم یادم میاد که پدرم کیهان بچه‌ها رو برای خواربرداران که پیشتر از ما آمده بود برایشون می‌خرید و ما هم مجله رو می‌گرفتم می‌خوندم و بعدش مجله فراوان دیگه‌ای که ببخشید برای بچه‌ها منتشر می‌شد همه‌شون ما تهیه می‌کردیم می‌خوندیم و بخش از این علاقه‌مندی ما به کتاب و کتابخوانی برمیگرده به همین کاری که مثلا پدر ما برای ما انجام می‌داد و ما رو تشویق می‌کرد به کتاب خواندن. یادم میاد تابستان‌ها همیشه یکی از کارهای ما بود که ما باید کتاب می‌خوندیم و هر لغتی که معنیش رو نمی‌فهمیدیم باید نوشته می‌کردیم، بعد از روی فرهنگ لغت نگاه می‌کردیم و معنیش جلوش نوشته می‌کردیم و او رو از بر می‌کردیم و وقتی پدرم می‌گفت کتاب خواندیم ما می‌گفتیم ما خواندیم، خب باز می‌کرد نگاه می‌کرد که اگر یک کلمه رو از وسط اونجا پرسان می‌کرد که اگر ما معنیش رو نمی‌فهمیدیم بعد او دفترچه لغت خودم نوشته نکرده بودیم دیگه خدا به داد ما می‌رسید و ما بخش از این علاقه‌مندی خود به کتاب و کتابخوانی و بالاخره این چیزی که از کتاب می‌دونم و دانش که اندکی که داریم همین هم برمیگرده به همون زمان‌هایی که پدرم ما رو تشویق می‌کرد به کتابخوانی و کتاب. درست. پس یعنی برمی به همون که خشت اولگر نهاد معمار که بله بله بله. ما از پایه باید شد. بله بله. یکی از بخش‌هایی که میشه به شدت باید کار بکنیم و برای کودکان هست که حالا خب بزرگترها هم خوشبختانه برای فضایی که پیش اومده به فضای مجازی دیگه دسترسی به شکل‌های مختلف به کتاب و کتابخوانی، حالا فضایی که پیش اومده به فضای مجازی دیگه دسترسی به شکل‌های مختلف به کتاب و کتابخوانی حالا بیشتر شده، ولی کن هیچ چیزی جای اون کتاب کاغذی که شما در دست خود میگیرید و میخوانید و لذت میبرید از اون بوی کتاب، از اون عطر کتاب، از اون غرق میشین در اون کتاب، جایش هیچ لذت دیگه‌ای نمیگیره و خیلی چیز از چالش برانگیزه بحث. خیلی مثلا میگن من کتاب صوتی گوش میکنم، خیلی مثال میگن که من از روی چی میگه تبلت نه فهم صدای گوشی اینا میخونم و خیلی ها ترجیح میدن که کتاب رو بگیرن. در این مقاله گپ میزنیم، اما چون شما به عنوان کسی سالیان سال هست که در حوزه کودک کار میکنه، در حوزه یعنی همراه اطفال، حتی من میدارم که 15-20 سال است که همراه اطفال کار میکنید. خیلی 22 سال میشه. درست، 22 سال است که همراه اطفال کار میکنید. چی کار باید کرد؟ یعنی که کتاب خوان شویم، یعنی حتی که اطفال ما کتاب خوان شوند تا 20 سال، 15 سال، 10 سال بعد، یعنی نسل بعدی نسلی باشه که کتاب بخونه. خب گفتم یک بخش برمیگرده به درون خانواده که باید خانواده ها رو تشویق به کتاب به کتابخانی که خودشون بخونن. حتی شده حتی که پدر مادر ما رو در مدرسه مثلا میگن پیاده بکنیم، بچه‌ها میگیم که بعضی کتاب ها رو برین برای پدر مادرتون بخونین و باز پدر مادرشون میخوان میگن درست شما سواد ندارین ولی برای بچه‌تون بگین که بیای برایتون کتاب بخونن. حتی شده نیم صفحه کتاب بخونن، چهار کلمه بخونن،
درباره کتابی که خوانده برای شما گپ بزنن. این همین تشویق میشه خود دانش آموز هم کودک هم برای اینکه کتاب بخونه، چون میبینه که این کتاب خواندنش دیده میشه. این از درون خانواده هست و یک بخش دیگه هم از درون مدرسه هست. مثلا زنگ کتابخانی داریم و با آموزگارا 10 دقیقه 15 دقیقه آخر هر روز، حالا که شرایط کمی سخت شده، کرونا شده، ولی در زمانی که مدرسه دایر بود ما معلم‌ها کتاب میگرفتن، سر چیز میبردن برای بچه‌ها قصه میخوندن. و الان هم گروه های کتابخانی خود ما به شدت فعال کردیم و مربی براشون کتاب میخونم و خودم براشون راجع به کتاب صحبت میکنیم و بچه ها رو گذاشتیم. حتی ما در داخل کتابخانه یک نفر گذاشتیم و گفتیم بچه ها رو دنبال کتاب که میان میگم برین خودتون لای کتابا شیرجه بزنید پیدا بکنید. وقتی بچه ها ممکنه من میگفتم اگر ما خود ما برای اون کودک کتاب بتیم ممکنه یک کتاب در بریم دست کودک بتیم، ولی بذار خودش بچرخه ببینه یک کتاب اگر مد نظرش هست میبینه ده ها کتاب دیگر میبینه علاقمند میشه. وقتی من میبینم که بعضی بچه ها از کتابخونه میان بیرون 10-15 تا کتاب دست گرفته میگه من همه اینا رو میخوام ببرم بخونم، که ما دیگه باز میگیم کارو نه تو این 3-4 تا رو ببر بخون بعدش بیار. این وای که کودک ببینه که از طریق وقتی کتاب میخونه دیده میشه، تشویق میشه و یک کمک اینو شما باش رابرین کافی این به این لذت کتابخوانی پی ببرن، دیگه خودشان ترک نخواهند کرد و میبینیم که هم میخوانن و هم بخلی دنبال کتاب میرن و هم مینویسن دیگه کتاب خواندن. و حتی مثلا به قول شما حتی اگر پدر مادرها اگر سواد ندارن خب خیر است، یعنی اطفال بیاین این کار انجام بدن و بخوانن برای پدرها و مادرها. یادم میاد ما خودمون یک از عاداتی که داشتیم، الان شما گفتین مجله، وقتی مجله میخوانیم خودمون قصه جالب بود، مادرم خوب اون زمان سواد نداشت ما برش میخوانیم و گاهی من میخوانم گاهی خواهرم میخوان دیگه میخوان، مادرم بسیار با حوصله‌مندی گوش میداد و خود ما چقدر لذت میبردیم از این قصه رو برای مادر خود میخوانیم. الان میتونه در خانواده هم میخوام همین هم باعث میشه که کودکان تشویق به کتابخوانی شون و خوششون بیاد از کتاب خواندن و از کتاب. بسیار علی، یک شعر همه ما شنیدیم، من یار مهربانم دانا و خوشبیانم. میریم همراه شما نازنینا یک وقفه میگیریم و پس میگیریم. فضای امروز برنامه یک پیاله چای سبز بوی عطر کتاب را داره. دوستای نازنین، اگر به زندگی انسان‌های موفق سری زده باشه می‌دانیم که اونها تمام زندگی و روزمرگیشان همراه مطالعه سفری کردن و به بلندای موفقیت رسیدن. اگر شما بیننده نازنین میخواین که همراه ما باشین و جزی از کتابخانه ما هستین، میتونین عکس کتاب، نام نویسنده و چی داستانی را خواندین کوتاه خلاص بر ما از طریق واتساپ روان کنین یا از طریق اینستاگرام که ما او را همراه بیننده های ما شریک بسازیم. میریم بخش بعدی و همکار ما همراه مهمانش. بسیار تشکر. ویکتور هوگو میگه که خوشبخت کسی است که کتاب خوب میخونه یا ای که دوستانی داره که کتاب خونه. چقدر تاثیر میتونه داشته باشه و همنشین؟ خب باز با گفت پیشتر خود برمیگردم. خب وقتی که چون من این مسئله که میگم برای خودم پیش اومده که دوست داشتم که کتاب خوبی رو میخونده برای من معرفی کرده و من اون کتابو خوندم و
بعد از اون نویسنده حالا یک کتابش رو معرفی کرد، بعد از اون تعداد زیاد از کتاب‌های از اون نویسنده رو خواندم که معرفش فقط یک دوست کتابخانم بوده. درست. خب به طبع هم رقم که من یار مهربانم، حالا اون یار مهربان شما یک دوست کتابخانه میتونه باشه غیر از خود کتاب، حالا اون دوست شما یار مهربان اون کتاب، و از طریق اون دوست شما با این یار مهربان باز شما ارتباط میگیرین و تاثیر کتابخانه رو شما خواهد داشت. کتاب خوب چه ویژگی میتونه داشته باشه جناب مصطفی؟ خب کتاب خوب کتابی که بتونه ما رو به زندگی بیشتر نزدیک بکنه، دوستی رو بین ما و شما گسترش بده، صلح گسترش بده، و از اونجا از اون کتاب با جهان گسترده‌ای که هست آشنا شویم، با اقوام مختلف آشنا شویم، تعصبات از ذهن ما کم بکنه، نفرت ها رو در ذهن ما کم بکنه، و یاد بده که جهان فقط ما نیستیم و همه موجودات، همه گیاهان، همه جانوران، همه آدم ها در اونجا حق حیات دارن، و از طریق کتاب ما این شناخت به دست میاریم. من فکر میکنم بخش عمده ای از دشمنی ها، کینه ها، نفرت ها برمیگرده به عدم شناخت، و یکی از مجاری بسیار بسیار خوب شناخت نسبت به جهان پیرامون ما، نسبت به آدم ها، نسبت به گیاهان، نسبت به حیوانات کتابه، که ما وقتی اون کتاب میخوانیم میبینیم که وقتی شما ببینید مثلا داستان مورچه رو بخونید که ببینید که چقدر داستان شگفت انگیزی داره، یا زنبوری عسل، یا نمیدونم سایر جانوران، یا گل، یا گیاه، یا انسان های دیگر که در بین خودشون چه رقم هستن، چه مشکلات دارن، چه باورهای دارن، چه به قول رابطه دارن، این شناخت شما از طریق کتاب پیدا بکنید، دوستیتان و عشقتان و صمیمیتتان نسبت به اون جانور، نسبت به اون گیاه، نسبت به اون انسان هم بیشتر خواهد شد، و این دریچه را کتاب برای شما باز میکنه به یک جهان دیگه. در حالی در گوشه اتاقتان نشستین، شما رو میبره به آن سوی جهان، میبره و قوه تخیل شما رو پرواز میده، و میرین که در اونجا نشستین، میرین سر از بامیان و مزار شریف و نمیدونم آمریکای شمالی و جنوبی و نمیدونم سراسر ایران اینجا در میرین فقط از طریق اون کتاب. بسیار علی، بسیار تشکر، و انشالله ادامه بحث را یا در جلسه بعد خلاص باز هم در مورد کتاب و کتابخانه همراه شما صحبت بکنیم. خواهش میکنم، خیلی خوشحال هستم که این موضوع کتاب اینجا شما مطرح کردین، و امیدوار هستم که در جلسات بعد بتونیم کتاب های خوب باز معرفی بکنیم که و انشالله همچنان آثار خوب افغانستان هم برای ما. بله حتما حتما، ما خیلی از کتاب هایی که تقریبا ما هم در بعضی که نشر اینجا به ثبت رساندیم تقریبا حدود 70 80 عنوان کتاب ما نشر کردیم، که ما از طریق این کتاب دوستان بسیار بسیار خوب پیدا کردیم در ایران، و این نتیجه همین کتاب و وجه مشترک همه ما کتاب بوده. امیدوار هستم که کتاب بخونیم و قدر کتاب بدانیم. انشاءالله در جلسه بعد جناب موسوی اختیاریان یک بوجی کتاب برای ما میارن از کتاب های بساخ و رمان ها و داستان ها. خب بسیار تشکر، لطف کردید، خیلی خوشحال شدم که آمدید، سلامت باشین. تشکر میکنم از جناب موسوی صاحب، و امیدوار هستم که در هفته های دیگه هم همراه شما باشیم، و تشکر میکنم از تمام بیننده های نازنین که همراه ما بودن. ما رو تنها نمانین، الله نگهدار شما. مقبول ترین آرزوها رو براتون دارم، هر کجا هستی باش، آسمانت آبی و دلت از غصه دنیا خالی. الله یادتان.